سلام به همگی، من آرمین نوابی هستم. ما الان رو کانال یوتیوب جمهوری بی خدایان هستیم، اینجا با مهمانمون آقای بنی سبتی. سلام. سلام، حال شما؟ خوشوقتم از بودن با شما اینجا. مرسی که هستین. میتونید خودتون رو برای مخاطبین ما معرفی کنین؟ بله، من زاده ایران هستم. در نوجوانی بعد از انقلاب مجبور به مهاجرت شدیم، ولی همونطور که خیلی همون هنوز دلمون اونجاست و دین و مذهب فرقی نداره، ایرانی همه جا ایرانیه. مجبور به مهاجرت شدیم در حین جنگ عراق و مصیبت هایی که در خیابون های ایران هم به وجود می اومد از طریق این سپاه و گشت ها و این اختراعات جدیدی که شد بعد از انقلاب. و در اسرائیل یکم مدرسه، دانشگاه، همکاری با چند مؤسسه علمی دانشگاهی، همش در مورد ایران. امروز در مؤسسه تحقیقات امنیت ملی اسرائیل INSS که مؤسسه اولی حساب میشه. در طول سالها من کمک کردم برای به وجود آوردن سخنگوی ارتش به فارسی که الان 5-6 سال اداره میشه. خودم پشت صحنه بودم ولی دیگران برنامه ها را اجرا میکنن امروز. و در چند ماه اخیر هم سخنگوی دولت اسرائیل بودم به زبان فارسی، به خاطر این جنگی که به وجود اومد، مصیبتی که به وجود اومد. و چند ماه اونجا رو اداره کردیم، متاسفانه به خاطر مسائل بودجه فعلا بسته شد، شاید برگردیم. ولی کارهای من همیشه حول و حوش و اطراف ایران و آزادی ایران و آینده ایران و این حرفا بوده. حالا در راستای آزادی ایران و آینده ایران، من یه تصوری که دارم و یک بحثی که میکنم هم تو کانال انگلیسیمون هم تو کانال فارسیمون، اینه که مردم ایران و مردم اسرائیل بهترین متحدای هم هستن توی این منطقه در راستای آزادی. و خیلی موقع تو کانال فارسی از ما میپرسن که چرا انقدر درباره اسرائیل صحبت میشه. من بر این تصورم که تو خاورمیانه ما و مردم اسرائیل، مردم ایران و مردم اسرائیل، خیلی باورهاشون و آرمانهاشون و اهدافشون برای یه زندگی سالم خیلی نزدیکه، و توی یک همچین منطقه‌ای که انقدر باورهای مخالف با باورهای لیبرال زیاده، این دوتا گروه آدم ها باید همدیگر رو باید پیدا بکنن و هرچی بیشتر بین همدیگه پل بسازن که بتونن با این همه دشمنی و با این همه تهدید بتونن در مقابلش مقاومت بکنن. نظر شما چیه؟ این کاملا درسته. اگر ما برگردیم به دوران سالهای آخر سالهای 40 میلادی بعد از جنگ جهانی که میشه همون 22 21 ایرانی یا بعدش، وقتی که کشور اسرائیل برپا میشه، ایران و اسرائیل، ما سیاست رو بذاریم کنار، خب دوره شاه و از این کلمه ها رو من استفاده نمی کنم، اما این دو کشور مصلحت خودشون رو همینجور که شما گفتید در دوستی دیدن و به هم مراجعه کردن. چرا؟ چون این دو قوم، من به خاطر همین تأکید میکنم، این دو قوم در این منطقه تنها هستن، هر کدومشون از یک علایق و مذهب و عقیده های دیگری داره. ایرانی ها شیعه هستن و ایرانی هستن، عرب نیستن. اسرائیلی ها هم خب یهودی هستن و عرب نیستن. دشمن مشترک داشتیم، تاریخمون مشترک هست از دوران کوروش و خشایارشاه و غیره، که حتی دربارش در کتاب تورات اون داستان ها هست که پادشاهان ایران بودن و حالا مفصل نمیخوام بگم، ولی انبیای یهودی بسیاری در ایران هنوز قبرشون هست. به ایران کلن یهودی ها خیلی ارج میدن و خیلی براشون محترمه در طول همه صده ها، و برای همین این دو کشور وقتی همدیگر رو پیدا کردن خیلی برای منافعشون خوب بود، مشترک بود، خیلی به هم کمک کردن. متاسفانه انقلاب که شد، و اینو بدونین در اواخر اون ماهایی که انقلاب داشت میشد، حتی یه عده یهودی‌ها فکر کردن شاید این باعث بشه روابط با یهودی‌ها و با اسرائیل بهتر بشه. از روی سادگی فکر میکردن خب الان یک دولت مردمی تر میان و شاید حتی روابط با یهودی‌ها بهتر بشه. ولی خب
انقلاب به راه اشتباه رفت و تمام اون قسمت لیبرالی که فکر میکردن مردم شاید آزادی ها بهتر بشه بدتر شد حتی، و به یک راهی رفتیم که اصلا دشمنی شدید، بیشترین دشمنی رو رژیم جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل کرد و این دو جدا شدن. ولی در چشم مردم، چه در موقعی که من بچگی در ایران بودم، چه در سالهایی که من در مورد ایران کار میکنم، همیشه اینو میبینم که مردم ایران واقعا به اسرائیل علاقه دارن و مردم اسرائیل هم به ایران خیلی علاقه دارن، به غذای ایرانی، به رسم و رسوم ایرانی. اینجا کنسرت ها برپا میشه درباره موسیقی اصیل ایرانی. حدود یک ماه دیگه در جنوب اسرائیل یک کنسرتی هست که خیلی نوازنده هاش میان، نوازنده های موسیقی اصیل ایرانی هستن اصلا، و خیلی علاقه دارن به آشنایی دوباره، و به همین خاطر خیلی میتونه دوباره نزدیکی ایجاد بشه. ولی باید واقعا بر اساس احترام به دیگری باشه، باید قبول کنن هر طرفی که اون دیگری وجودش محترمه، نه کشت و کشتار ادامه پیدا نباید بکنه. و اگر ما به همدیگه احترام بذاریم، هم رژیم ها تسلیم میشن در مورد این عقیده و با هم باید کنار بیان، وگرنه خودشون کنار میرن و یک رژیم مردمی تر در هر جا که لازمه باید به وجود بیاد. البته من بگم الان دیگه اکثر ایران شیعه نیست، بر اساس آماری که داریم اکثر ایرانی‌ها از دین اصلا گذاشتن. و یه نکته دیگه میگم، ایران عرب هم داره، ما ایرانی عرب هم داریم، بعضی از ایرانی عرب هم. و یه خبر خوبم که بگم، اسرائیل سکولارهای بسیار زیادی داره و اخیراً حتی آتئیست‌های بسیار زیادی هم داره و جریان آتئیستی توی اسرائیل به شدت در حال رشد. من که تو اسرائیل بودم با گروه های آتئیست اکتیویست اسرائیل هم ملاقات میکردم، و اسرائیل کشوریه که شما میتونی آتئیست باشی و با شما کاری ندارن. اینم یکی از خوبیای اسرائیله. آره. ببینید من بین حرف شما میپرم، ولی این جمله برای من خیلی مهمه که از الان بگم و شاید تکرار کنم. هیچ مهم نیست چه عقیده ای داشته باشین، هر کسی به هر چیزی ایمان داره یا ایمان نداره و بپرسته یا نپرسته یا احترام بذاره، ولی آدمها باید به همدیگه احترام بذارن. اگر تو همه این ادیان که آسمانی میگن هستن و همون یک خدا هست، همه میگن آدمها به انگار کپی برداری شده، در به عبری اینجوری میگن، من ترجمهش سخته، این میگن اون چهره انسان برگرفته از چهره خداست، پس چجوری همه آدم ها به جون هم میفتن، یهودی ها و مسلمان ها، شیعه و سنی، نمیدونم همه. اگر ادیان باعث دوری شدن، خب چه فایده؟ هر عقیده هر کسی میخواد داشته باشه، ولی به دیگری ضرر نزنه، احترام بذاره، اون روز صلح واقعی میاد و تمام این سودجویان کنار میرن. البته من نمیگم مهم نیست که اصلا مهم نیست هر کسی چه عقیده‌ای داشته باشه. من به نظرم باورها رو میشه با هم رقابت کنن، باورها علیه باورها با زبون، با گفتگو با هم رقابت میکنیم که باورهای برتر پیروز شن. فقط میگم من حتی اگه باور شما غلط باشه، به داشتن این، شما حق داشتن باورهای غلط رو دارید. خب یعنی من به خود باور احترام نمیذارم، به حق داشتن اون باور احترام میذارم. کاملا. حالا بریم سراغ پس بریم سراغ این سوالای مثلا نقدهایی که هم نقدهای طولانی مدت، نقدهایی که الان به خاطر این اتفاقاتی که توی غزه داره میفته اینا رو یه مقدار بررسی بکنیم، بعد بریم یه سری سراغ مسائل طولانی مدت تر. الان وقتی که اکثر مناظره هایی که من میرم، من معمولا تو مناظره ها جهت دفاع از اسرائیل میگیرم، اکثر کسایی که دارن با ما مناظره میکنن، چیزی رو که سری میندازن تو صورتم این عدد 30,000 نفر توی غزه کشته شدن. مگه میشه به این نگین جنایت جنگی؟ مگه میشه به این نگین نسل‌کشی؟ مگه میشه اینو محکوم نکنین؟ حالا من جواب خودم دارم همیشه وقتی یک کسی اینو این عددو میگه. حالا بعضی هم میگه که اصلا عدد 30,000 از حماس اومده، معلوم نیست که درسته یا نه. حالا 30,000 نگیم، بالاخره 5,000 که نیستش، که یه عدد بزرگی هستش. حالا این عدد بزرگ رو وقتی که مردم میندازن میگن که اسرائیل معلومه که داره جنایت جنگی انجام میده، وقتی اینقدر آدم داره میمیره، شما به این چی جواب میدید؟ اوکی، اولا دیشب یک خبری از خود داخل حماس اومد که این شماره ها که میگن، اونها نام این کشته شده ها رو ندارن،
یعنی خودشون در واقع اعتراف کردن که این آمارها دقیق نیست. این من میتونم براتون اون چیزو بفرستم، خبر رو بفرستم اگه خواستین پخش کنین یا هر چی لازمه. این از این که من ببینید اگر روباه که هیچی، اگر یک واقعا حیف کلمه حیوان که ما به اینا بگیم، اگر اینا میان میگن شاهدمون خودمونیم، پس واقعا بهتره باور نکنیم. درست مثل رژیم جمهوری اسلامی که بیاد بگه مثلا میگفتن، میدونید میگفتن بچگی من بچه بودم، میگفتن در 17 شهریور 4000 نفر کشته شدن، بعد از انقلاب معلوم شد 37 نفر کشته شدن. خب اولا که واقعا نباید حرفای اینا رو باور کرد، اینجور کسایی که با تبلیغات و با سوء تبلیغ و با دروغ که از شوروی قدیم برگرفته این تعلیمات، میخوان اینجوری همه رو فریب بدن. خب متاسفانه همه فریب خوردن دیگه، این کار از کار گذشته تو دانشگاه‌های آمریکا و غیره. و اما در مورد کشته شدن مردم غزه، حتی یک نفر یا 10 نفر یا 100 نفر هر چقدر، به قول شما همش بده، اما باید همه به یاد بیارن که حماس مقصر این موضوع به دو دلیل. در طول سالهای اخیر نسبتاً سکوت و آرامش برقرار بود بین اسرائیل به عنوان یک کشور و منطقه غزه به عنوان، من نمیدونم اصلا چجور تعریفش کنم، ولی یک جور اسرائیل به این مسئله بسوز و بساز تن داده بود که اگر غزه، اگر حماس به ما مزاحمتی ایجاد نمیکنه، خب ما هم حمله نمیکنیم. شما اون چرا که برای خودتون زندگی کنید، میخواین سطح پایین زندگی کنید، میخواین در فقر زندگی کنید، مسئله خودتونه. و حتی برای کمک اقتصادی به مردم روزی 40,000 نفر دروازه ها رو باز میکردن، 40,000 کارگر میومدن داخل کار میکردن و غیره و غیره. پس اسرائیل روی خوش نشون داده بود. چیزی که در 7 اکتبر اتفاق افتاد، اون کشتار جمعی که در آبادی های اسرائیلی اتفاق افتاد، اومدن زن و بچه و کودک و پیرمرد و پیرزن رو گرفتن سر بریدن و سوزوندن، و کسایی که امروز میدونید امروز روز هولوکاسته، روز یادبود هولوکاسته، 2-3 نفر کسانی که از هولوکاست زنده موندن، از دست هیتلر نازی زنده موندن، اونها سر بریدن و کشتن و سوزاندن در این کیبوتس ها، در این آبادی ها. مرد 80-90 ساله چه کار بدی به شما کرده؟ و اتفاقا خیلی هاشون به مردم فلسطینی اونجا کمک میکردن، سرویس بردن و آوردن برای کارگرها گذاشته بودن مجانی، و تمام اینها رو حماس زیر پا گذاشت، اومد حمله کرد و اینها رو کشت و باعث این جنگ شد. اینو باید ما یادمون باشه. و دو، اینی که حماس خودش رو از بین مردم عادی بیرون نمیاره، نمیره در اون میدان جنگ، به قول معروف در قدیم میگفتن برید در میدان جنگ، سرباز در مقابل سرباز، خرابکار در مقابل سربازای اسرائیلی. ما حاضر بودیم و دمار اونها در میومد اگر میومدن. اینها بی خود نیست که پشت اینها قایم شدن، پشت زنهای خودشون، پشت بچهای خودشون، در تونلها با زن و بچهای خودشون میرن، گروگانها رو گرفتن در دور خودشون، و به خاطر همینه که سخت آزاد کردنشون. به خاطر همین دو دلیل الان اسرائیل متاسفانه مجبور شده که وقتی میاد مثلا یک ساختمونی هست، سران حماس اونجا سنگر گرفتن یا جلسه گرفتن و اون ساختمون رو میزنه، متاسفانه تر و خشک با هم میسوزه، طبقه پایین مثلا زن و بچه‌هایی هستن، پیرمردهایی هستن. متاسفانه اطلاعات تا اونجایی که قد میده، خب اگر میدونن که کسایی هستن نمیزنن، اگر نمیدونن متاسفانه بیگناه‌ها کشته میشن. خب ولی یه کسی میتونه بیاد بگه که باشه 7 اکتبر که حماس محکومه، حماس هم یک گروهیه که میاد از سپر انسانی استفاده میکنه. حالا دو تا نکته دیگه هم اگه بخوایم بگیم، بله، هم یونیفرم نظامی نمیپوشه، برای من خیلی کار سختی که تشخیص بدین که چه کسی کامباتنت، چه کسی نظامیه، چه کسی شهروند عادیه، شهروند که چه کسی غیر نظامیه. همین که داره یک منطقه اسرائیل رو عملیات انجام میده که چگالی جمعیت رتبه 2 یا 3 رو در جهان داره، برای همین همه کارهای اسرائیل سخت میکنه. ولی هنوز هم میگم باشه همه اینا رو قبول بکنیم، وقتی که عدد 30,000 حماس رو هم قبول نکنیم، بگیم حالا چند 20,000 تا که هست، حالا 20,000 تا 15,000 تا که هست، شما 1200 نفر توی حمله 7 اکتبر کشته شدن، نباید کاری انجام بدی. حتی اگه تقصیر طرف هم باشه، نباید شما یه کاری انجام بدی که 15,000 نفر 20,000 نفر بمیرن. نمیشه همه مسئولیت رو بذاری رو دوش حماس. جواب اینو چجوری میدی؟ اولا از نظر تعداد، بر طبق چیزایی که اسرائیل خودش هم پخش کرده از طریق سخنگو و آمار دقیق تر داره، اون خرابکارهایی که کشتن حدود 10-12,000 نفر از این کشته شده ها هستن. پس
پس این یک مقدارم باز باید کم کنیم. و این آمار اسرائیل دقیقه، آمار بی خود نمیان بگن، چون مثل گفتم رژیم جمهوری اسلامی یا شوروی سابق یا بعضی کشورها نیست. و من از اون کشورها یا آدمها یا ارگانهایی که محکوم میکنن حماس رو برای کاری که کرد، من از اونها خواهش میکنم، تمنا میکنم، کشورهای مسلمون مخصوصا، شما بیاین بفرستین نماینده های خودتون رو، سربازان خودتون رو بفرستین در غزه، مردم رو جدا کنن، شاید حرف شما رو، زبون شما رو بهتر بفهمن، شاید به خاطر شما بیان کنار بیان و بیان در میدون نبرد بیان واقعی بجنگن. خواهش میکنم بفرمایین جلو، حتی سربازان ایران، چرا یک نفر از سپاه نمیاد؟ چرا همیشه از راه دور اینا کار میکنن؟ و بفرمایید پاشید بیاید، اشخاص سپاه پاسداران، شما که اینقدر دلتون میسوزه، فقط دوست دارین وقتی فلسطینی‌ها میمیرن اینجا میگن جمهوری اسلامی دوست داره با اسرائیل بجنگه ولی تا آخرین قطره خون فلسطینی‌ها. والا راست میگن. خواهش میکنم بفرمایید اشخاص بسیجی، اشخاص سپاهی، پاشید بیاید اینجا، جدا بندازید بین حماسی‌ها و مردم عادی، از مردم عادی نگهداری کنید، ما کاریتون هم نمی‌کنیم، بیاید بذارید ما اینا مستقیم با اینا بجنگیم، بعدن هر چی شد شد. حالا دو تا جواب کوتاه که من، دو تا جواب که من میدم، شما فقط بگین این جواب از نظر شما درستی هست یا نه، اینه که اگه شما نگاه بکنید تعداد غیر نظامیایی که دارن کشته میشن نسبت به نظامیا بر اساس آمریکا الان داریم توی غزه، این میانگینش از میانگین جنگ‌های مدرن جهان کمتره. یعنی اسرائیل تونسته توی منطقه‌ای که دشمنش سپر انسانی داره، یونیفرم نظامی نمیپوشه و اینکه چگالی جمعیت انقدر زیاده، هنوزم با این حال تونسته یک ریشیو کمتر از میانگین جنگ‌های مدرن جهانی به وجود بیاره. یکی این، یکی دیگه هم کسایی که معمولا میان میگفتن اصلا اسرائیل حتی اگه تقصیر حماس هم باشه نباید این کار انجام بده، هیچ وقت نمیان نشون بدن که از لحاظ نظامی خب اسرائیل باید چه کار میکرد بعد از 7 اکتبر، چون تنها گزینه باقی مونده این میمون که هیچ کاری نمیکرد، که این هیچ نمیتونه یه گزینه، اصلا به عنوان گزینه نمیشه معرفی شد، چون شما اگه بعد از حمله 7 اکتبر کاری انجام ندین، شما نیروی بازارندگیتون رو تبلیغ نکردین و دارین به دنیا تبلیغ میکنین که میشه به اسرائیل حمله کرد و جواب این پاسخی نداشت، و این باعث میشه که این اتفاق بیشتر باعث کشتار بیشتری میشه، مخصوصا وقتی که دیگه بود و نبود اسرائیل در خطره، اگه داره به دشمنان اسرائیل تبلیغ میشه که میشه اسرائیل رو زد و درست. شما پاسخی ندید. اینا رو قبول دارین؟ اینا رو به معنی کاملا قبول دارم. ببینید من حرفای شما رو من چند ماه ما میزدیم و میگفتیم و جوابهای منطقی میدادیم، ولی دنیا تصمیم گرفته که یک تصمیم دیگه ای بگیره و یک فکر دیگه ای بکنه و احساسی فکر بکنه، پس برای همینم من جواب از نوع دیگه میدم. جواب منطقی رو ما خیلی وقت پیش دادیم ولی هیچ کس قبول نمی کنه. ببینید در دانشگاه‌های آمریکا چه خبره، چه جوری شستشوی مغزی دادن جوان‌های خود آمریکا رو. پس من خواهش میکنم از همه این دانشجوها، از کسای دیگه، بیان در اینجا غزه رو اداره کنن. ما میخوایم ببینیم صدای ساز و دهل از دور خوشه یا اگه وقتی شما بیاید اینجا چه اتفاقی میتونه بیفته. به خاطر همین شجاعت از دور و اینجوری محکوم کردن ها و اینها به کار نمیاد. کسی که دستش داخل آتش افروزی بوده در این موارد، خودش پاشه بیاد و اینا رو جمع کنه. حالا یه نقد دیگه که به اسرائیل میشه اینه که خب این جنگی که الان تو غزه داره اتفاق میفته، حماس رو که از بین نمیبره. حماس مثل ایدئولوژیه، ایدئولوژی رو که نمیشه با توپ و تفنگ و اینا از بین برد. و نه تنها حماس از بین نمیبره، این اتفاقا باعث گسترش ایدئولوژی حماس میشه. شما حالا بله میگین که بالاخره تو هر جنگی غیر نظامی کشته میشن، ولی تو این جنگ وقتی غیر نظامی دارن کشته میشن، هر کسی که داره مادرش از دست میده، پدرش از دست میده، دخترش از دست میده، برادرش از دست میده، خب اینا همشون، این باعث افزایش اون دیدگاه های رادیکال میشه و این باعث میشه که اتفاقا حماس رشد بکنه و شما نه تنها دشمنتون رو با این عملیات شکست نمیدین، دشمنتون رو دارین بزرگتر هم میکنین. نظرتون در این چیه؟ نه، در اسرائیل و خود من هم این عقیده رو کمتر داریم، چون چیزی که ما بهش فکر میکنیم اون روندیه که در آلمان بعد از افتادن آلمان نازی اتفاق افتاد، دیناتیفیکیشن، یا کاری که در آفریقای جنوبی شد که دو طرف به هم دیگه گفتن گذشته ها گذشته و ما میذاریم کنار و روزی رو از نو شروع میکنیم. میدونم که آفریقای جنوبی این آخرها رفته به یک راه خطا باز و داره به یک راه تندروی میره با الهام گرفتن از جمهوری اسلامی و غیره،
ولی ببینید مردم عادی، مردم عادی هستن. من به این موضوع خیلی عقیده دارم، درست مثل انقلاب ایران. ببینید چند درصد از مردم ایران تندرو بودن و انقلاب کردن؟ این همه که نیومدن انقلاب کنن، همه که اسلامی نبودن در این حد. ممکنه یه عده میخواستن یکم بیشتر، مثلا عقاید بیشتر باشه، پابندی بیشتر باشه به این موضوع به اون موضوع، ولی همه نمیخواستن اینجوری انقلاب اسلامی بشه. من خودم یادمه 2 ماه بعد از انقلاب زنا تظاهرات کردن، ما حجاب نمیخواستیم، قرار نبود حجاب بیاد، نمیدونم چیزای دیگه. حتی اینجا هم همینطور، مردم عادی گاهی وقتا اسیر 2%، 1%، حتی چند صد نفری میشن. 70% بالای 70% مردم غزه الان از بعد از 7 اکتبر به بعد طرفدار حماسن، آمارشو میده. نه نه نه، باور کنید وقتی رژیم ها میافتن، عقیده ها آنچنان عوض میشن و هر کی به اون طرفی که باد میاد دستشو نگه میداره. اینو چند دفعه در تاریخ همه دیدن و حتی کسانی که مربوط به رژیم های قبل بودن، حتی در ایران خودش، حتی در مصر، در سوریه، در خیلی جاها وقتی رژیم ها عوض میشن، یهو عقیده مردم هم عوض میشه، چون یه عده سودجو هستن، یه عده اصلا عادی هستن، کاری ندارن کی بیاد کی بره، یه عده دیگه میذارن میرن، مثلا یه عده کشته میشن، ولی اکثرا تن میدن به اون روز جدید. حالا بیشتر قبول داشته باشن یا کمتر قبول داشته باشن، به شرطی که یه امید، اون مثالایی هم که شما زدین به خاطر اینکه بعد اومد یه بازسازی انجام شد، یه امیدی. بله بله بود. شما بعد از جنگ جهانی دومم آلمان هنوز باورهای رادیکال و حمایت مثلا از نازی‌ها خیلی زیاد بود، حتی بعد از اینکه شکستم خورد، ولی آمریکا اومد بازسازی بله. کرد آلمانو ساخت، کمک کرد ژاپن، اومد ساخت، کمک کرد. خب حالا اگه همچین چیزی رو شما توی غزه می‌خواید ببینید بعد از اینکه این جنگ تموم بشه، اگه قابلیت های نظامی حماس رو توی غزه بتونیم از بین ببریم و کنترل غزه رو ازشون بگیریم، خب بعد برای اینکه این اتفاقی که شما میگید بیفته، باید غزه بیاد بازسازی بشه، آموزش پرورشش از این رادیکالا گرفته بشه، مدرسه ساخته بشه، بیمارستان ساخته بشه، تجارت زیاد بشه، رشد اقتصادی افزایش پیدا بکنه. خب اینا رو چجوری میتونیم به دست بیاریم؟ کی اصلا کسی رو دارین که بخواد بیاد این کارا رو انجام بده توی غزه؟ کاملا درسته، حرفای من بر اساس این موضوع بود که باید برای فردای غزه فکر اساسی کرد. اسرائیل الان خیلی توجه داره به کشورهای عرب و به خصوص به امارات متحده عربستان، کشورهای معقول، اردن و غیره، که اول همه همونطور که شما گفتین کتابهای درسی رو عوض کنن، منطق اینها رو عوض کنن و همینطور زیربناها رو دوباره از نو بسازن، ساختمونها رو بسازن، برای مردم غزه رفاه بیارن. مگه اونها آدم نیستن؟ مسلمه که باید اونها رفاه داشته باشن. اسرائیل به همین هم راضی بود قبلش، ولی حماس چه کار کرد؟ هم به اونها ستم کرد، هم به ما حمله کرد. بعدیش اینه. و حتی در غزه جاهایی بودن که ساحل‌ها و فیلم‌ها و عکس‌ها رو اگر ببینین، می‌بینین چه جای پیشرفته‌ای بوده نسبتاً، چقدر مردم خوشحال بودن نسبتاً، ولی اونها گرفتن و خرابش کردن. مردم وقتی ببینن که اسرائیل خودش پا می‌خواهد گذاشت، میلیاردها دلار خرج هم خواهد کرد، هم با همکاری با کشورهای عرب، با آمریکا هم حتی، و اونجا رو دوباره خواهد ساخت، و برای همین که عقیده مردم عوض بشه، نظرشون مثبت بشه، و از همه مهمتر سیستم آموزشی اونها باید عوض بشه. تا وقتی که دوباره بعد از اون روز بیان و دوباره تبلیغ ضد یهود بکنن، یهودی‌ها رو بکشیم، در کودکستان نمایش سربریدن یهودی‌ها بذارن، خب هیچ کاری نکردیم، اون ساختمون و جاده فایده‌ای نداره. مردم باید طرز فکرشون عوض بشه و این دفعه این درس تلخ رو همه گرفتن. به نظر من همه این منطقه و حتی دنیا میخوان که طرز فکر در اون قسمت عوض بشه. ولی کسی نمیخواد مدیریت غزه رو به عهده بگیره، نه اسرائیل میخواد این کار رو انجام بده، نه عربستان، نه مصر، نه امارات، هیچ کسی نمیخواد این کار رو انجام بده. خب پس راه حل بعد از اینکه حماس شکست بخوره، بعد از اینکه حماس قابلیت عملیات نظامیش تو غزه از بین بره، بعدش میخوایم چیکار بکنیم اگه کسی نمیخواد؟ ببینید، خود حکومت خودگردان فلسطینی یک تغییراتی اونجا ایجاد خواهد شد. این ابو مازن آدم پیری هست، مثلا الان زمزمه آزاد کردن مروان برغوثی هست از زندان اسرائیل که او پتانسیل بهتری داره برای انتخاب شدن. و همونطور که گفتم، اسرائیل در سال 93 وقتی صلح کرد، گذشته عرفات رو کنار گذاشت، گفت خب این تروریست بوده ولی ما باش صلح کردیم و شد، اون شد رئیس جمهور فلسطین آینده، ولی کار خودش رو
به خوبی انجام نداد. اونم فلسطین رو به قهقرا برد، به سقوط برد و حماس قوی تر شد به خاطر اینجور کارها. و اگر اونها بیان به صورت معقول دوباره خودشون حکومت بکنن، خودشون اداره بکنن، هیچ کسی با اینها کاری نداره. دولت اسرائیل هم نخواهد تونست در مقابل همچین روندی وایسه، حالا چه این آقا بالای کار باشه چه اون آقا بالای کار باشه، دولت همین جوریش هم قراره که عوض بشه. پس شما انقدر مثلا، منظورم بینندگان هست، این آقا و اون آقا و راست تندرو و اینا گفت و اونو گفت، این برای الانه، برای نفع سیاسی الانشه. اگر این دولت مثلا 2 ماه دیگه میتونه بیفته، 4 ماه دیگه میتونه بیفته و یک فصل جدیدی اینجا هم برپا خواهد شد. پس بهتره که هر چیزی رو به عنوان نگاه به آینده نگاه کنیم. خب خیلی میگن که این نگاه به آینده غیر ممکنه، یعنی شما در نهایت بیان سرمایه‌گذاری اقتصادی هم بکنین، بسازین، آموزش پرورش به دست بگیرین، تا وقتی که به مردم فلسطین یک کشوری ندین که بتونن نماینده خودشون انتخاب بکنن و سرنوشت خودشون رو خودشون کنترل بکنن، همه این حرفا بیخوده. بالاخره اینا شما دارین براشون از یک کشور دیگه تصمیم گیری میکنین، سیاستمدارای اینا رو دارن تصمیم میگیرن که انتخاب خود مردم غزه یا کنان باختاری نیستن. در نهایت راه حل اینه که بالاخره اینا یک کشور هم داشته باشن و راه حل دو کشوری تنها راهیه که ما میتونیم بیام چه جای برسیم. و بعد میان نقد میکنن به حزب الله و خود آقای نتانیاهو که این همه وایساد در مقاومت کرده در جهت این راه حل دو کشوری و نذاش راه حل. اصلا خیلی میان میگن که اصلا خود حزب الله و آقای شخص آقای نتانیاهو مقصر اصلی کشته شدن این همه اسرائیلی هستن، به خاطر اینکه در مقابل این راه حل دو کشوری وایساد و نذاش همچین اتفاقی بیفته. نظر شما درباره این چیه؟ اسرائیل هم اشتباهات زیادی کرد در این مورد. بله، روند صلح اونجور که قطع شد و ادامه پیدا نکرد و دو طرف اشتباهاتی کردن، کاملا درسته. و آقای نتانیاهو هم مدت بسیار زیادی هست که حکومت میکنه، پس قسمتی از مسئولیت، قسمت زیادی از مسئولیت برای اون هم هست. ولی ببینید، گاهی وقتا واقعا برای هر آدمی، برای هر کشوری، برای هر حتی مؤسسه اقتصادی، یک ضربه‌ای لازمه که اون بفهمه که اشتباه کرده. حتی مثلا میدونید شما یه سهامی خریدین مثلا در یک مال یه شرکتی، یا نمیدونم یک سرمایه گذاری کردید یه جایی، یا یک چیزی رو تولید کردین که فکر میکنین خیلی خوبه، ولی اون فروش نمیره یا اون سهام میفته. و هر چه زودتر جلوی این اشتباه رو بگیریم، البته در این مورد دو طرف هستن، این اشتباهش از طرف اسرائیل جلو خواهد گرفته شد. شکی نیست که این راهی که تا حالا میرفته اسرائیل راه عوض خواهد شد. گفتم اگه مسئله تکنیکال دولت هست، دولت عوض خواهد شد، سران ارتش دارن عوض میشن. این اشتباه چیز کوچیکی نیست که ما فردا دوباره بریم. راه حل دو کشوری رو شما ممکن میبینی که این مسلمه، ولی اون طرف هم میگم نباید برگردن به دوران عرفات، به دنیا، به دوران کمکاری، به دنیای پنهانکاری، به دنیای راه دادن به حماس. وقتی که به نفعشون اون شعله حماس رو بالا ببرن، وقتی به نفعشون نیست شعله حماس رو پایین بیارن. ببینید، ترور بازی نیست، ترور آخرش رو به انفجار میره. پس اگر هر دو طرف واقعا وفادار باشن به این موضوع و به قبول کردن یکدیگر، این برمیگرده به اون حرف اولی که گفتیم، عقیده همدیگر رو قبول کنن، وجود همدیگر رو قبول کنن، چاره غیر از این نیست که این دو کشور باید در کنار هم باید زندگی کنن. خب اینکه این قسمت حماس و اینا باورای رادیکال دارن و وجود یهودی ها و اسرائیلی رو قبول نمیکنن که کاملا بدیهیه، یعنی اینو که همون قبول داریم. ولی مشکل راه حل دو کشوری از طرف اسرائیل اینه که حالا اولا نتانیاهو بعد از این همه اتفاقاتی هم که افتاده هنوزم راه حل دو کشوری رو قبول نداره، یعنی که اگه بیان بگیم که فهمیده که اشتباه کرده، مثل که هنوز نفهمیده. و من اصلا نمیدونم، منم خودم راه حل دو کشوری رو ترجیح میدم، ولی اصلا دو تا مشکل هست. یکی این که امنیت اسرائیل خیلی میگن به خطر میفته اگه کشور اسلامی بخواد مثل جمهوری اسلامی بغل دستش یه دفعه به وجود بیاد، که اینقدر فاصله خیلی کمی داره با تل آویو و 10 دقیقه میتونه از حمله بکنه به تل آویو و از اونجا موشک بندازه، وحشتناک میشه. یکی اینه. یکی هم که ما صدها هزار نفر داریم الان اسرائیلی هستن که دارن تو کرانه باختری زندگی میکنن و اینا هیچ انگیزه برای اینکه از اونجا برن ندارن.
اصلا اینکه کسی بتونه اصلا قدرت سیاسی به نظر میرسه وجود نداره که بتونه اینا رو اصلا به زور برداره از کرانه باختری بخواد بیاره بیرون. نمیشه گذاشت اونجا هم که نمیشه گذاشتشون اگه بخوام مثلا اونجا فلسطین بشه بعدم نیروی نظامی اسرائیل هم از اونجا بره، اینا همشون کشته میشن به احتمال زیاد. و خودشون هم یعنی به شدت اینا خیلی هاشون به شدت آدم مذهبی یهودی مذهبی هستن که فکر میکنن اصلا مهمترین جای اسرائیل اصلا همون مهمترین جای اون منطقه برای اینکه شهرک سازی بشه زندگی بشه از لحاظ دیدگاه های کتاب مقدسشون از همون تو همون کرانه باختریه بعضی از مهمترین جاهاشون. برای من اصلا نمیدونم به نظر میسه به یه بنبستی رسیدیم، راه حل تک کشوری جواب نمیده بخاطر اینکه اکثر کسایی که تو این منطقه هستن اصلا وجود اسرائیل قبول اعتقاد ندارن. اگه اینا بخوان شهروند یک کشور بشن اصلا نمیدونم میشه یکی از کشور یک کشور اسلامی عرب دیگه میشه، اسرائیل از بین میره. این استاتسکو هم نمیتونه ادامه پیدا بکنه، میمونه راه حل دو کشوری که من نمیدونم راه حل دو کشوری با همه این مشکلات چجوری اصلا قراره بهش برسیم. ببینید من یه مثال ساده میارم از زندگی برای اینکه واقعا بفهمیم. اگر شما میرید مثلا یک چیزی رو بخرید در مغازه، اگر واقعا قصد خرید دارید مثلا یک جفت کفش، خب و اون مغازه دار هم میبینه که شما میخواین واقعا بخرین یا اومدی مثلا به قول ایرانی ها اومدی اذیت کنی، اگر واقعا قصد خرید داری پس 2 تومن بالاتر 2 تومن پایینتر بالاخره با هم کنار میایین و اون کفش رو میفروشه و یک سودی میکنه، شما هم با اون کفش یا هر چیزی که خواستی بخری برمیگردی خونه و به هدفت میرسی. دو طرف باید سازش کنن. این یه کلمه‌ایه که واقعا بعد از انقلاب تبدیل شد به یه کلمه بدی، سازش کردن. واقعا این تنها راه و چاره هر ملتی، هر آدمی، حتی در خانواده خودشه. چاره‌ای نیست. مگه همه ما یکی هستیم؟ نه. هر کی گفتیم عقیده خودشو داره، یک ذره این ورتر یک ذره اون ورتر. اگر بفهمیم که فاصله ها فقط یک ذره هست هیچ مسئله ای نیست. در مورد خود مسئله صلح، ببینید این برنامه صلح آنچنان پیشرفته بود در دوره بوش در سالهای 2004-05 که اریل شارون بود و قرار بود که یک چیزهایی پیشرفت کنه، قرار بود که اسرائیل یک مقدار مثلا در مقابل اون جاهایی که شهرک سازی شده یک مقدار زمینهایی که خالی هست اضافه کنه به عرب ها و اون زمین ها تعویض بشه با این قسمتی که داخل اسرائیل بشه. مثلا میخواستن یک جوری نقشه این قسمت رو و مرزها رو از نو ترسیم کنن، نه اون خط 67 که همیشه همه به اون چسبیدن و حتی به خاطر اروپایی ها و آمریکایی ها ما در این موضوع گیر کردیم. اگر گوگل مپ رو همه واز میکنن الان و میبینن این خط 67 اینجوریه، خب همه اینجوری ایمان دارن، ولی اگه بشه اون خط رو تکون داد، این همش یک خطه، این مگه چیه؟ جون آدم ها مهمتره یا این خط؟ آره میشه تکون داد، میشه تکون داد، ولی بعضی از این شهرک ها مثلا تو عمق کرانه باختری هن، مثلا یه چیز عجیب غریبی میشه که اصلا قرار بود زندگی همه رو جا قرار بود تعداد محدودی از اونها خالی بشن، تخلیه بشن، همون جوری که وقتی که همون اریل شارون بود غزه رو تخلیه کرد، حالا یا با زور یا با غیر زور، وقتی که قرار رو گذاشتن و امضا کردن و عهد رو گذاشتن، یک همچین ما به اون میگفتیم بولدوزر اومد و همه رو جمع کرد. مسئله تصمیم نگرفتن این دولت ها که متاسفانه بیشتر موقع آقای نتانیاهو بوده، تصمیم نگرفتنه که به هر دو طرف زدمه زده. در طرف فلسطینی هم تصمیم نگرفتن بوده که اونها هم اون قدم دوم رو بر نداشتن برای امنیت خودشون، جلوگیری از حماس و غیره و غیره. اگر هر دو طرف تصمیم بگیرن که میخوان معامله کنن، معامله یک چیز تکنیکال هست، این خط یک چیز تکنیکال هست، این خونه ها چیز تکنیکال هستن، اینها میتونن تکون بخورن. اگر ما بتونیم به هم اعتماد بکنیم فردا صلح میشه، چون تمام این بهانه ها بی خوده. اگر راه باشه مثلا برای زیارت شهر خبرون، شهر الخلیل برای دو طرف آزادانه، اصلا من خودم شخصا میگم این قسمت های قدیمی رو که همه ادیان قبول دارن، ای کاش که یک جوری مثلا یک قدرت بین المللی اینها رو اداره میکرد که اصلا همه بیان آزاد. شاید این یک خوابیه، شاید این مثل آهنگ بیتلز مثلا ایمجین، ما فقط میتونیم خیال کنیم چون هیچ کس حاضر نیست دست برداره، ولی واقعا ما داریم در روی چی میجنگیم؟ و نه به خاطر اینکه من الان از موضع اسرائیل عقب برم، نه، هر خرابکاری سرنوشتش معلوم و محتومه، این معلوم باشه. کسی که بیاد دست ما رو بفشوره دستش رو خواهیم فشرد، اما کسی که بخواد چاقو بزنه حمله بکنه، به اشد مجازات به قول جمهوری اسلامی مجازات خواهد شد.
حالا من برای اینکه از وقتم گذشته شما میدونستم بله یه سال آخر میکنم ازتون که این به نظر من برام جالبه که ببینم که چجوریه که توی اسرائیل هم چیزی ممکنه. شما به نظر میرسه که خودتون نقد زیادی دارید به نتانیاهو و حزب لکود، ولی با اینکه این نقد ها هم دارین شما سخنگوی دولت هم بودین، با اینکه این نقد ها رو به دولت بله. یا سخنگوی دولت بودید، با اینکه این دولتی که به شدت خودتون بهشون به نظر میرسه که نقد دارین، چجوری که تو اسرائیل ممکنه که دولتی که شما اونقدر بهش نقد دارین شما رو بکنه سخنگوی اون یه همچین دولتی؟ اینو میشه توضیح بدین؟ ببینید، من در عقیده ایرانی خودم همیشه عقیده دارم که اگر انتقادی داری و در پست رسمی هستی اینو در جلوی دوربین نمیتونی بگی. پس این حرفا رو من چند ماه پیش جلوی دوربین نمیگفتم، در لفافه در پشت صحنه به کسایی که بعد میگفتم میگفتم و هیچ عبایی هم ندارم. حالا سخنگویی باشه نباشه، آخرش چی؟ یه حقوقی گرفتیم کمتر بیشتر. من اینو راستوریست، یعنی مثل دوستانه میگم به همه، آدم نباید از حقیقت خودش چشم‌پوشی کنه و عقب بره. نقد اگر به وقت نکنی ضرر و اون آتیش بزرگتر میشه، مثل یه نفر که انگار گوشه اتاقش آتیش گرفته یا حتی یه مسئله ای داره. اگر نیایی بگی ببین فلانی، و این تو ایرانی ها خیلی مسئله بود که همیشه قایم میکردن، این یه مسئله ای داشتن همیشه قایم میکردن، اگر نیایی بگی فلانی این مسئله رو تعمیر کن، این دیوار رو تعمیر کن، این آتیش تا کوچیکه خاموشش کن، خب این بدتر میشه. من این حرفا رو در پشت صحنه به کسایی که بعد میگفتم میگفتم. از وقتی که سخنگویی تموم شده خب دست در این مورد آزادتره و میتونم اینجوری آزادانه بگم، هیچ خجالت و عبایی هم در این موضوع نیست. اگر آدم انتقاد نکنه میگم تعمیر و تصحیح نمیشه. پس یعنی چی؟ ما سیلیمون خودمون رو با سیلی سرخ کنیم بهتره تا اینکه جلوی ضرر رو بگیریم. آفرین، عالی هستید. شما اگه کسی بخواد شما رو دنبال بکنه، نظرهای شما رو ببینه، آیا مثلا اینستاگرامی، توییتری، جای دیگه ای هست که مثلا بتونن پیگیری بکنن؟ بله، خیلی ممنون. خیلی ممنون از اینکه یادآوری کردی. بله، من توییتر، اینستاگرام، البته توییتر بیشتر فعال هستم، توییتر، اینستاگرام، تیک تاک اگر کسی دسترسی داره، با همین اسم خودم چسبیده، اسم و فامیل چسبیده، میتونین پیدا کنین، خوشحال میشم. من لینک هر ستا رو زیر توی قسمت توضیحات زیر کانال زیر ویدیو یوتیوبمون میذارم. اینستاگرام، توییتر و تیک تاک شما رو لینک هر ستا میذارم. خیلی خیلی ممنون. عالی بود. خیلی ممنون. مرسی از وقت شما. دستتون در نکنه. ممنون. مرسی از شما و وقتی که در اختیار گذاشتین.